که دلم میخواست من خبرنگار بودم و این برمیگشت به من میگفت دروغ میگی. خبرنگار خوب اومد، ولی ببینید جب رعب و وحشت چیه که این آقا به خبرنگار با کمال پررویی دروغ خودش داره میگه، به خبرنگار میگه تو دروغ میگی، و اون خبرنگار بنده خدا میترسه از این که بگه شما دروغ میگی. برمیگرده میگه من عوض کردم مربی رو، با اینکه دوبار تکرار کرد که ببخشید شما تو فرودگاه صراحتا اعلام کردید که مربی ایرانی خواهد بود، آیا هنوزم رو حرفتون هستید یا خیر؟ برای الان ادامهش آره دیگه. آقای گل محمدی قرار شد با قدرت تمرین‌ها رو ادامه بده زیر نظر آقای پروین. با قدرت و با علی پروین و این صیغه علی پروین هم حالا بهش میرسیم که من این فهمی آقای علی پروین استیلازی میاد وای میسه، نمیدونم پرسپولیس میاد، داستان ما زیاد است با این دوستان. ولی اینقدر آقا وصله نچسبونی، اتفاقا این مشت خوبی است، نمونه خرواری است که یه حرفو میگه شما متوجه نیستید. میدونید منظورش چیه؟ حتما شما خیلی باهوشتر از منی. اون بود اون دوستی که سرمربی تیم بالاخره شما متوجه نیستی. این منظورش اینه که آقا شما که داری اینو هم میزنی، ما مجبوریم به این بابا پول بدیم، ما یه مربی خارجیه وا. منتها اشتباهی که میکنه آقای رویانیان، فکر میکند که جوزه مانوئل هم مثل مردم ایران بی فیفا است که حقش بشه خورد. شما یک بار نیومدی جواب بدی که اصلا برای چی مربی رو آوردی. همه میرن اول مربی رو انتخاب بکنن، بعد بازیکن میگیرن. ایشون رفت بازیکنها رو گرفت، بعد اومد یه مربی آورد، اینم نتیجه شه. دنیزلی رو هم قبل از این آورده بود، یه سال خورده یه سه تا مربی، استیلی، دنیزلی، اینم از لحاظ فنیش، ولی انقدر رسوایی هست که مسائل فنی اصلا واقعا آدم چی بگه؟ انقدر مسائل عمده هست که مسائل فنی که باید مهمترین مسئله یک برنامه ورزشی یا یک تحلیل ورزشی باشه رفته خیلی پایین. بعد که دیده خراب شد، آمده یک کمیته فنی رو شبونه زنگ زده و اینا. محمود خوربین رسما میگه که عضو کمیته فنی شدین جدیدن؟ پیشاب شدم. شبونه حک دادن؟ پیشاب گفتن زنگ زدن بیا. این آقای کمیته فنی، اون آقایی که وسط رئیس زندان‌ها بوده قبلا، این آقای خوردبین، اونم آقای پیروانیه، این آقای وطنخواست و آقای علی پروین، این کنارم موی آقای ابراهیم آشتیانی رو یه لحظه دیدیم، حالا نمیدونم تصویر خودش نشون بدن یا نه، اینم همون صحنه است که تمام خبرنگار ببینید پروین و خوردبین نشستن در مورد تیم پرسپولیس، آقای رویانی هم میکروفونا رو ببینید. منم بودم چی میشدم؟ من قبل از اینکه این فیلم کمیته فنی رو ببینیم که خیلی مهمه به نظر من، چون آقای رویانیان اینا رو من دست آخرش میگذرم از خطایی که میکنن، میذارم به حساب نادانیش، میذارم به حساب این که اصلا بی خودی اومده توی این کار. مگه بی خود اونو میگیم آقا نمیدونسته بهش گفتن برو، مجبوره، چه میدونم وظیفه شرعی و الهی داره، نمیدونم. اما این دوستانی که میان تو کمیته فنی، آقای وطنخواه، آقای آشتیانی، اینا اسمشونه که واقعا از سر راک قطعا نیاوردن. چجوری اومدن توی این کمیته فنی که محمود خوردبین میگه دیشب منو دعوت کردن گفتن بیا؟ آخه مگه محمود جان تو به عنوان قدیمی ترین پرسپولیسی، بازیکن تیم ملی، بازیکن که در المپیک برای ایران بازی کرده، 100 تا بیشتر بازی برای پرسپولیس انجام داده، کنارت گذاشتن، آقای شیرینی رو به جات گذاشتن به عنوان سرپرست، خب چرا میای؟ من نمیخوام به هیچ کدوم شما عزیزان، شما چی میگن ستاره های دوران جوانی من هستید، چه پرسپولیسیا چه استقلالیا، من با همه شما دونه دونه حال کردم با بازیاتون، اما این اسم ساده به دستش نیاوردی. اون وقتی که تو ذهن آدم میاد که نکنه منم میرم در این کمیته میشینم که
شاید یه مجوز نمیدونم مغازه‌ای بگیرم، شاید یه آشنایی تو قوه قضاییه احتیاج دارم که یکی از فامیلام که به اتهام بدحجابی گرفتنش رو آزاد کنم، شاید یه فامیلی دارم ممنوع خروجه میخوام پاسپورتش رو درست کنم، شاید یه آدمی میخوام تو سفارت آلمان یه ویزای شینگلی بگیرم. و الا که آدم همینجوری نمیره که بشینه. بخواه این ناصر حجازی بی خود نشد. ناصر حجازی فقط گولر نبود که شد ناصر حجازی. ناصر اینی که سرخم نکرد کار بزرگیه. از علی دایی خیلی صحبت ها میکنن، اما فکر نکنم شما هم دیده باشید جلوی آدم های کم فکر نکنم باج بده. این درست نیست. این به اسم شما، بعدم جوان ها به شما نگاه میکنن به این جهته که برای من مهمه. ولی هر کاری دلتون بخواد بکنید. جوان ها که نه، اونا دیگه به کسی گوش نمیدن زیاد. نوجوان ها میگن آقا کیه؟ میگه دفاع راست تیم ملی ایران بوده، سه بار قهرمان آسیا شده، فلان 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 فلان. خب توقع داره دیگه. آقای رویانیان از کمیته فنی خواسته که در رابطه با عملکرد آقای ژوزه توی نیم فصل تجزیه و تحلیل کنیم و امروز قراره که بررسی کنیم که آیا آقای ژوزه میتونه با ما ادامه بده یا نه. از امروز قطع همکاری میکنه. هیچ وقت به پیشکسوت‌ها اینقدر بها نمیادم.